بفهم. به شم هشم نعسه و نتسلیخ. با سپاس فراوان از پروردگار عالم شعور شالوم بیت رو ادامه میدیم. بحث امروز ما مقایسه ازدواج ها هست. ما میدونیم که ازدواجی نیست که در اون بحث و نزاع و گفتگو نباشه. هر موقع که ما به یه بحث و نزاعی میرسیم، ساتان ما رو فریب میده و فکر میکنیم که ازدواج دیگران خیلی بهتر از ما هست. این موضوع واقعا یک مورد خراب کننده و ویران کننده ازدواج آدم میتونه قرار بگیره. یعقوب آوینو وقتی که میخواست به نوه‌هاش بچه‌های یوسف برخا بده، تورا میفهمد که یوسف دو تا بچه‌هاشو قرار داد جلو یعقوب آوینو. یعقوب دست راستشو قرار میده رو برادر کوچکتری افرایم، دست چپشو میذاره رو سر برادر بزرگتری منشه و اینا رو برخا میکنه. خخامیم ما میفهمن که برخایی که یعقوب آوینو به نوه‌هاش داد، این برخا هر شب شبات یک پدر و مادر موظفن بچه‌هاشون رو برخا کنن با این برخا. سوالی که مطرح میشه، در طول تاریخ برخای گوناگون ما داشتیم که یعقوب بچه‌هاشو برخا میکنه، مشه ربنو جامعه اسرائیل رو برخا میکنه، شباتیم رو برخا میکنه، یتحاق آوینو یعقوب رو برخا میکنه. چرا بین تمام این برخا، برخای این دو فرد رو گرفته شده، برخایی که به منشه و افرایم داده شد؟ میفهمان خخامیم ما به خاطری که منشه هیچ نوع حسادتی نورزید، هیچ چیزی نگفت، هیچ اعتراضی نکرد. ای پدر بزرگ، من برادر بزرگی هستم، این دست راست رو سر من بذار. چون حسادت نکرد، این برخا بهترین برخایی است که ما به بچه های خودمون میدیم. میفهمان که وقتی که ما یک ازدواجی رو مقایسه میکنیم با دیگران و فکر میکنیم اون ازدواج بهتر از ازدواج ما هست و میایم به خانم خودمون یا به شوهر خودمون یک لفظای استفاده میکنیم، میگیم ببین اون چه شوهر خوش اخلاقی داره، خوشا به حالش، اون چه زن زیبایی داره، خوشا به حالش، چه دستپخت خوبی داره، و میایم حسادت رو در زندگی خودمون قرار میدیم. باید بدونیم که ما باعث میشیم که یک شکافی در زندگی ازدواج ما قرار میدیم که این شکاف قلبها رو دورتر و دورتر میکنه. به جای این خخامیم میفهمان که آدم باید همیشه وقت تمام افکارش و نکات زندگیشو قرار بده رو پوینت های مثبت خانمش، شوهرش. هر فردی در زندگی یک نکتای مثبتی در زندگی داره. اگر ما توجه کنیم، تحسین کنیم، تمجید کنیم و این کار مثبت همسرمونو همیشه و به اون چیز توجه کنیم، ازدواج ما بهتر و بهتر خواهد شد. ولی اگر ما فکر کنیم که فقط در زندگی ما یک نوع مشکل و گرفتاری و دردسر و ناراحتی و مصیبتی قرار داره، این باعث میشه که خاص به شالوم، شالوم بیت خودمون رو خراب کنیم. میفهمان که یک مرتبه یک نفر به هشم گفت ریبونو شل عالم، تمام زندگی من پر از ناراحتیه. هشم گفت که بیام من به هر کسی یک کوله پشتی دادم، بیا یکی دیگه را انتخاب کن. وقتی که رفت انتخاب کنه، گفت ریبونو شل عالم، اون چیزی که به من دادی واقعا کمتر از دیگران هست. اگر ما بدونیم و بسنجیم که ازدواج خود ما این بهترین ازدواج ها هست و مقایسه نکنیم با ازدواج دیگران،
و فکر نکنیم که دیگران اینا زندگی و ازدواج موفقت آمیزی دارند و ازدواج ما این یک مرداب گندیده هست در مقابل اون بوستان معطری که ازدواج دیگران هست. اینها تمام فکرهای ساتان هست. آدم باید همیشه وقت تشخیص بده که من خودم با همسرم باروخ هشم راضی هستیم و توجه کنه به نکتهای مثبت و ازدواج دیگران رو داخل و شامل ازدواج خودش قرار نده. زبوالله.